10 داوطلب امروز 29 آذر 58 برای ریاست جمهوری اعلام رقابت کردند. تأکید امام خمینی بر بدون شبهه برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری باعث می شود جلال الدین فارسی به علت ابهام در ایرانی الاصل بودنش کنارگیری کند. در پایان انتخابات شمارش آرا نشان می دهد بنی صدر نظر اکثر مردم را به خود جلب کرده است. ابوالحسن بنی صدر تا قبل از سال 57 در ایران ناشناخته بود. او 15 سال از عمر 46 سالی خود را در فرانسه گذرانده و پس از بازگشت به ایران با سخنرانی‌های پی در پی در محافل دانشگاهی به تدریج توجه مردم را به خود جلب می‌کند. امام در مراسم تنفیذ بنی صدر در کلماتی تأمل برانگیز او را به پرهیز از دنیا پرستی و غرور توصیه می‌کند. کفر دنیا را شکر خطیه است. من از آقای بنی صدر میخواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن قدید بر ذات نفس است. اگرچه هنوز علت این سخنان امام در مراسم تنفیذ بنی صدر مشخص نیست، اما رئیس جمهور تنها 3 روز پس از این مراسم در روزنامه خودش یعنی روزنامه انقلاب اسلامی تسخیر لانه جاسوسی را به باد انتقاد می‌گیرد و آن را منحرف کردن انقلاب می‌نامد. برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به دیدگاه‌های رئیس جمهور جدید، ملت و کشور روزهای سختی در پیش دارند. امام به شدت در پی اجرای قانون اساسی مورد تایید ملت است و به همین علت پس از انتخاب رئیس جمهور دومین گام را برمی‌دارد و فرمان انتخابات مجلس را صادر می‌کند. امام در اولین روزهای ماه جاری یعنی اسفند 58 6 تن از فقهای شورای نگهبان را منصوب می‌کند. آقایان عبدالکریم شیرازی، لطف الله صافی، محمد رضا مهدوی کنی، غلام رضا رضوانی، یوسف ثانی و احمد جنتی. این اقدام راه را برای برگزاری انتخابات مجلس هموار می‌کند. انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی بسیار پرتشنج است. حدود 2000 نفر که عمدتاً وابسته به گروه‌های اسلامی و انقلابی، چپ، راست و حتی منافقین و ضد انقلاب هستند، در صدد برآمدند اولین مجلس شورا در نظام اسلامی را از آن خود کنند. سرانجام در 24 اسفند بیش از 10 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی می‌روند و مجلسی را تشکیل می‌دهند که فراکسیون نیروهای اسلامی انقلابی قوی ترین فراکسیون آن است. اما فراکسیون های لیبرال ها، طرفداران بنی صدر و مستقل ها نیز در آن حضوری فعال دارند. سال 58 با همه فراز و نشیب های تلخ و شیرین به پایان می رسد و دومین بهار انقلاب در راه است. امام خمینی امسال را سال بازگشت آرامش و امنیت نامگذاری کردند. اما آیا ضد انقلاب اجازه آرامش را به ملت می دهد؟ رهبر انقلاب امروز اول فروردین 59 در پیام نوروزی همچنین از کسانی که به علت انتخاب نشدن در انتخابات اسفند ماه مجلس سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برند به شدت انتقاد کردند. سازمان مجاهدین خلق و به تعبیر صحیح مردم منافقین همراه با طرفداران رئیس جمهور بنی صدر در روزهای اخیر مدعی تقلب گسترده در انتخابات مجلس شده بودند. کارتر امروز 7 آوریل 1980 18 فروردین 1359 پس از ناکامی از آزادی گروگان‌های بازداشت شده در سفارت آمریکا قطع رابطه کامل با ایران را اعلام می‌کند. تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران تدارک دیده شده است. امام یک روز پس از اقدام آمریکا در قطع رابطه با ایران در پیامی این اقدام را تنها کار مثبت کارتر می‌خواند و تأکید می‌کند ما قطع رابطه با چپاولگران بین‌المللی را به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم این قطع رابطه دلیل قطع امید آمریکا از ایران است. به موازات فشارهای آمریکا صدام نیز هزاران معاود عراقی را به ایران اخراج می‌کند. همداستانی صدام با آمریکا در فشار به ایران توجه تحلیلگران مسائل منطقه را جلب کرده است که آیا توطئه جدیدی در راه است؟ برخی دانشگاه‌ها در روزهای اخیر شاهد واکنش‌های دانشجویان در اعتراض به وضع و محتوای دروس دانشگاهی بودند.
این واکنش ها اگرچه مخالفانی میز دارد، اما در نهایت جریانی تحت عنوان انقلاب فرهنگی را شکل میدهد که هدف اساسی آن اصلاح و اسلامی شدن دانشگاه هاست. بر این اساس دانشگاه ها فعلا تعطیل شدند تا ستاد انقلاب فرهنگی ضمن اصلاح محتوای دروس روند اسلامی شدن دانشگاه ها را مشخص کند. عزیزان من، ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم. اون چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری می ترسیم، ما از دانشگاهی می ترسیم که جوانهای ما را اونطور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند. ما از دانشگاهی میترسیم که اونطور جوانهای ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیست کنند. کارتر امروز 5 اردیبهشت 59 بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و با اعلام یک خبر همه را غافلگیر کرد. هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی برای آزاد کردن گروگانها به ایران حمله کرده اما شکست خورد. کارتر هنگامی خبر حمله ناکام را اعلام کرد که به ناچار دستور بازگشت مهاجمان را صادر کرده بود. رئیس جمهور آمریکا ضمناً اعلام می‌کند که اسناد مهمی در داخل هلیکوپترها جا مانده است. امام با جنایت کار خواندن کارتر شکست عملیات آمریکا را با عمق اعتقادات اسلامی ملت پیوند می‌دهد و در این لحظات بحرانی همه را متوجه قدرت لایزال الهی می‌نماید. نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردن، نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کرد، شنها مأمور خدا بود. در این میان فرمان مشکوک بنی صدر برای حمله هوایی به هلیکوپترهای برجامانده آمریکا، آن هم در حالی که پاسداران منطقه در حال جستجوی هلیکوپترها بودند، ابهام دیگری درباره ماهیت واقعی بنی صدر ایجاد می‌کند. برخی نیروهای انقلابی از این اقدام بنی صدر به عنوان هماهنگی با نیروهای مهاجم یاد می‌کنند. دانشجویان پیرو خط امام نیز پس از حمله ناکام آمریکا به طبس، گروگان‌ها را به شهرهای مختلف منتقل می‌کنند. امام تأکید می‌کند اگر پای نظامیان متجاوز آمریکایی به تهران می‌رسید، یک نفر از آنها زنده نمی‌ماند. ما را می‌ترسانند از کشتی‌هاشون که آمدند و از طیاره‌هاشون و از اینها. ما از چه می‌ترسیم؟ بر فرض اینکه بتواند ملت ما با چنگ و دندان اونها را نابود خواهند کرد، تمامشون را از بین خواهیم برد. کشور در حال مقابله با توطئه‌های آمریکا و ضد انقلاب داخلی است، اما امام در اوج این التهاب عمومی آرامش خاصی دارد. دیدار امروز امام با وابستگان به جلال آل احمد، نویسنده شهیر معاصر، جالب است. امام در این دیدار از جلال آل احمد تجلیل می کند و کتاب غرب زدگی او را یادآور می شود. در دیدگاه امام، نویسندگان و هنرمندان متعهد و مستقل نقش عظیمی در سعادت و پیشرفت ملت ایفا می کند. نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی با امام دیدار کردند. رهبر انقلاب با درک روند تحولات جاری از بروز اختلاف در میان مسئولان نگران است. به همین علت به همه مسئولان هشدار می‌دهد که از حدود قانونی خود خارج نشوند. این قانونی که ملت برش رأی داده است، همین رأی نداده است که توی تاخچه بذارید تو کار گوش نداشته باشید، برید مشغول کار خودتون بشید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین. قانون برای مجلس حدود معین کرده، تخلف از این حدود نشد. برای رئیس جمهور تهدید کرده، حدود قرار داده، اون تخلف نکرد. برای نخست وزیر و امثال اینها و دولت ها حدود معین کرده، اونها هم نباید خارج بشن. یک خبر بسیار مهم، کودتای برخی از بازماندگان رژیم پهلوی امروز قبل از هر گونه عمل کودتاچیان شکست خورد. کودتاچیان قصد داشتن جماران محل زندگی حضرت امام را بمباران کنند.
تسلیح ناتمام ارتش باعث شده است که برخی عناصر سلطنت طلب ضمن ادامه ارتباط با مهره‌های فراروی رژیم پهلوی از جمله بختیار همچنان مشغول توطئه باشند. مقر عملیاتی کودتاچیان در پایگاه هوایی نوژه قرار دارد و بر اساس نقشه قرار بوده اماکن مهم